درود بر شما همراهان همیشگی کانال تاپ 5 فارسی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از صحبتهای قمنگیز سهر دولت شاهی در مورد زندگی خصوصیش، طلاقش و تنهاییاش با ما همراه باشید سهر دولت شاهی بازیگر خوب و شناخته شده ای ایرانی که اواخر دهه هفتاد با تاعترهای دانشجویی کارش رو شروع کرد و بدون عجل و حیاهو خیلی آروم پیش رفت و خیلی آروم معروف شد اون از اوایل دهه 80 با ایفای نقش های کوتاه پاش به سینما باز شد در اواسط دهه 80 توی سینما با حضور در آثار کارگردانان بزرگی مثل بهرام بیزایی اسقر فرهادی و زنده رسول ملاقلی پور نشون داد که حاضر کمکار باشه نقش های کوتاه بازی اما به هر قیمتی توی همه فیلم ها جلوی دوربین نره مسیری که در همه این سال ها همونطور حرکت کرده و هیچ نقش مبتزلی رو هم قبول نکرده تلاش های سهر دولت شاهی اونم در سالی که هاشیه های زیادی رو تحمل کرده بود بالاخره در سی و سومین جشنواره فیلم فجر نتیجه داد ایشون در مورد اولین جرقه علاقمند شدنش به سی نما و تئاتر هم گفته من از دوران بچگی تماشاگر حرفه‌ای تئاتر بودم یادمه که وقتی 8 9 سالم بود با پدرم برای دیدن یه تئاتر به سالن چارسو رفتیم و وقتی فضا تاریک شد درست قبل از اینکه اون تئاتر شروع بشه تپش قلب شدیدی گرفتم اینقدر هیجان شدم که هنوزم که هنوزه اون حس رو نمیتونم توصیف کنم ولی احساس میکردم که به این فضا لغ دارم من هم دوست دارم روی اون استیج باشم و نقش آفرینی کنم یادم 11 12 سالم بود پدرم فیلم مرگ یزگرد رو با کیفیت بسیار پایین پیدا کرده بود وقتی اون فیلم ها رو دیدم اینقدر هیجان زده شدم که به خودم گفتم من آخرش باید بازیگر بشم اون همچنین نظرش رو در مورد جشنواره فجر هم گفت و اینکه هیچ سالی نبوده که جشنواره ها از سیاست و مشکلات اجتماعی ای و سیاسی جدا باشن اون گفت من جایی خوندم توی دوره چهارم جشنواره فجر یه مدیری گفته که هیچ زنی مستحق دریافت جایزه جشنواره نیست در صورتی که ما یه عالم بازیگر زن لایق جشنواره های جهانی داشتیم از جمله سوسن تسلیمی که همون سال در فیلم مادیان کاندید شده بود و اینکه همیشه این جشنواره ها سلیقه‌ای و جناهی شده اون در ادامه گفت و با این حال من سیمرغی که گرفتم رو خیلی دوست داشتم و اون لحظه انگار روی ابرها بودم زمانی که فریدون جیرانی در مصاحبه با سهر دولت شاهی بحث رو به زندگی شخصی سهر دولت شاهی و رامبد جوان که در سالهای اخیر با برنامه خندوانه بسیار به شهرت رسیده رسوند در لفافه نظرش رو در مورد خیانت پرسید سهر گفت خیلی وحشتناکه و من هم خیانت دیدم و همون قضیه مجبورم کرد که به اون زندگی ادامه ندم و طلاق گرفتم توی سال بعدی ازش هستش رو در مورد طلاق پرسید سهر با ناراحتی گفت سخت ترین کار دنیاست خیلی خیلی سخت تر از اون چیزی که کلمش توی جامعه جا افتاده در مورد شایعه برای سلیبریتی ها هم گفت افتضاحه میتونه یه آدم رو کلا در یه لحظه داغون کنه و زندگیش رو از این رو به اون رو کنه اون در ادامه در مورد آقای بهرام بیزایی کارگردان شاخص ایرانی گفت ایشون دایره المعارف زنده سینما و تئاتر رو هنر ایرانه. یه هوش عجیب و غریبی داره باورم نمیشه که کتابی که ایشون در 18 سالگیش نوشته هنوز توی دانشگاه های ما تدریس میشه این خیلی عجیبه و من همه نمایش نامه هاش رو خوندم و دوست دارم اون در پاسخ این سوال که آیا حسرت چیزی رو هم میخوری گفت آره همه ما آدم ها حسرت یه لحظه هایی رو داریم ولی خودم رو راضی میکنم به اینکه خیلی چیزا باید اون طوری میشده که شده و واقعا هم اکثرا راضی میشم و با گذشت زمان هم به هم ثابت میشه که نباید حسرت اون روزا و حسرت اون اتفاقات رو بخورم اما خب به خاطر یه سری کله شقی ها و جسارت ها اشتباه هایی هم کردم و همیشه حسرت اون روزایی که در اون اشتباهات گذشته رو میخورم میتونست جور دیگه بگذره اون در مورد کلمه تنهایی هم گفته همیشه ازش خیلی میترسیدم اما الان خیلی دوستش دارم در مورد میان میانسالی گفت به نظرم آدم اگر واقعا زندگی کرده باشه منظورم اصلا پولدار و بی پول و خوب و بدش نیست منظورم اینه که عقب وای نستاده باشه با ترس زندگی نکرده باشه از همه چیز و هر لحظه لذت برده باشه سن میانسالی هم به نظرم خیلی خوبه این بازیگر سرشناس و دوست داشتنی متولد 16 همه مهر ماه 1358 در تهرانه مادرش نایب رئیس فدراسیون شناو شنا و هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم و پدرش مهندس مکانیکه اون یه خواهر به نام نسیم و یه برادر به نام روزبه داره سهر دولت شاهی در 27 اسفند 87 با رامبد جوان که آشناییشون از تاعت شکل گرفته بود ازدواج کرد اما در سال 93 از هم جدا شدن در سال 1400 و 1401 شایه ها و هواشی در مورد آشنایی و رابطه و ازدواج اون با همایون شجریان پسر استاد محمد رضا شجریان در فضای مجازی منتشر شده بود اما هیچ کدوم از اونا هیچ واکنشی نشون ندادن نه تایید کردن و نه تکذیب اما در مهر ماه پارسال و در میانه اعتراضات خبر توقیف پاسپورت علی دایی همایون شجریان و سهر دولت شاهی در فرودگاه بین در فضای مجازی منتشر شد که عکس های دو نفره اونها هم در فرودگاه منتشر شد و بعد از اون هم همایون شجریان در مهر 1402 در مصاحبه با عادل فردوسی پور اعلام کرد که در نمایش سی عاشق سهر شده با هم آشنا شدن و حالا در کنار هم یه زندگی خوب و عاشقانه دارن ممنونم که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله در کنار ما باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید